بزنیم بکشن اینجا. همه همون هستی پشتن به تو دیوار. با سلام خدمت بینندگان کانال جدید، من فرزانه نباتی به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند با یکی دیگر از برنامه‌های نبه اعدام خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته نبه اعدام ابتدا گفتگویی داریم با هرمز رها و سپس حسن صالحی سخنی خواهد داشت با فعالین علیه اعدام. هرمز رها، به این برنامه خوش آمدین. ممنون که منو دعوت کردین. میخواستم هرمز جان گزارشی از آخرین اخبار مربوط به زندانیان سیاسی برای بینندگان ما راجع به اون یه توضیحی اگر میتونیم به ما بدین. بله، من در ابتدا پیشاپیش فرارسیدن روز جهانی زن رو به شما تبریک میگم. ممنون. و درود میفرستم به تمام زنایی که تو این 40 سال با تمام سرکوبهایی که جمهوری اسلامی داشته پرچم آزادی زن، آزادی زن و برابری رو در جامعه برافراشته نگه داشتن. خب این روزها ما شاهد این هستیم که معلم‌ها، کارگرها، بازنشسته‌ها حرکت‌های گسترده‌ای رو دارن انجام میدن به شکل سراسری در مناطق مختلف. خب دستگیری ها به طور بوده تو این یک سال گذشته هزاران نفر دستگیر شدن، ولی خب تعدادی همچنان در زندانن، تعدادی آزاد شدن. از جمله جعفر عظیم‌زاده، یکی از فعالین کارگری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، خب ایشون رو در روز دوشنبه دادگاهی کردن و بهشون 30 ضرب شلاق حکم دادن، به دلیل اینکه در دوره‌ای که سال 2016 63 روز اعتصاب قضا کردن و دنیا اومد، خیلی‌ها اعتراض کردن که چرا این کارگر در زندانه، اون موقع موسوی مجبور شد آزادش کنه و موقت آزاد کرد به دلیل اینکه باز نگشته به زندان، معرفی نکرده خودشو، ضربهش چند این 30 ضربه شلاق رو براشون حکم دادن. پروین محمدی از فعالین دیگر همین اتحادیه روز دوشنبه آزاد شد با وثیقه 150 میلیون تومانی. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی همچنان در زندانن. خب وکیل سپیده سید جمال حیدری منش، ایشون گفته که پدر و مادر پیر سپیده هر هفته از دسپول به شوش میان به دلیل به این امید بتونن دخترشون آزاد کنن، چون بیش از 70 روزه که در اختیار وزارت اطلاعاته. و خبرها هست که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان زندان شیبان و سپیدار اهواز منتقل شدن. فعالین نشریه گام، علی امیرقلی، ساناز علایاری و امیر حسین محمدی فرد همچنان در زندانن. یک دوره اون اوائل علی امیرقلی به زندان اهواز منتقل شدن، ولی همچنان این سه نفر در زندانن. بهنام ابراهیم زاده با وثیقه 200 میلیونی آزاد شد. هوشمند علیپور و محمد قادر در زندان مرکزی سنندج و در اداره اطلاعات سنندج هستن همچنان. در رابطه با بهنام ابراهیم زاده باید بگم که ایشون به 6 سال حکم زندان محکوم شدن و به نوعی ایشون رو محکوم کردن در دادگاه چند دقیقه‌ای که 3 جلد کتاب رو باید بخونن و بازنویسی کنن، که البته وکیلشون گفته میتونیم توی این 20 روز شکایت کنیم به این حکم و به این دادگاهی که داشتن در عرض 5 دقیقه ایشون رو محکوم کرد. نسرین ستوده که اسمش برای خیلی آشناست، در زندان عفو بین الملل جدیداً اعلام کرد که 7 مورد اتهام به ایشون زدن در دادگاه غیابی، ایشون به اعتراض در دادگاه حضور نداشتن و حکم صادر کردن و همسر ایشون اعلام کرده که هنوز حکم رو به نسرین ستوده ابلاغ کردن. درسته. خورمو جان،
به نظر میرسه که ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه قطعی شده. آیا این جابجایی‌ها تغییری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی به وجود میاره؟ قبل از اینکه اینو من بگم، یکی دو مورد خیلی مهم اشاره کنم سریع. یکی در رابطه با زندانی احمد رضا جلالیه که پزشک ایرانی سوئدیه، همچنان در زندان به حکم اعدام داره. اتحادیه اروپا یک قطعنامه داده جدیدن همین روز که ایشون حتما باید آزاد بشه، به این حکم اعتراض کردن. در ادامه اینکه شما میگین که مورد دیگه که ابراهیم رئیسی صحبتش هست که جایگزین بشه و ریاست قوه قضاییه رو به عهده بگیره، اون شخص میتونم یک مقدار سابقهش بگم، تاریخش بگم که در طول جمهوری اسلامی دوران 40 سال جمهوری اسلامی یکی از مهره های اصلی عمدتا تا قبل از انتخابات دوره گذشته، انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر مهره پشت پرده، مهره قضایی توی مناطق مختلف از 20 سالگی دادستان کرج و همدان بودن، بعد اومدن معاون دادستانی شدن، بعد اومدن جزء هیئت مرد بودن به همراه نیری و اشراقی و محمدی پور. در دهه 60 توی سال 67 کشتارهای تابستون 67 ایشون خب اومدن همجوری رئیس کل بازرسی بودن، بازرسی کشور بودن و توی موقعیت های مختلف نماینده مجلس خبرگان، الان نماینده مجلس تشخیص مصلحت هستن و تولیت آستان قدس رضوی که بزرگترین میشه که بزرگترین بنگاه تجاری خاورمیانه است. ایشون خب الان آوردن بهره رو، یکی از نزدیکان خامنه ای هستش که حدود 10 سال از سال 67 به بعد که خامنه ای به تدریس فقه پرداخته، ایشون یکی از شاگردان خامنه ای بودن، آوردن مهره ای هستش که تو این سیستم بوده. خب این سیستم قوه قضاییش یک قوه قضایی جنایتکاران است بر اساس قوانین شرع و قوانین اسلام. ما میبینیم که تو این قوانین دست و پا بریده بوده، اجرا شده، سنگسار بوده، اعدام های گسترده بوده و تمامی این قوانین، خب افرادی که این قوانین رو پیش بردن، تصویب کردن، اجرا کردن، خب تو این سیستم جنایت بودن. هر فردی بیاد باز تو همین سیستم باید بتونه کار کنه، تازه تو این سیستم امتحانش رو پس داده تا به این درجه رسیده. این شخص کاندید شده، شاید بتونه چون رئیس کل بازرسی کشور بوده، جلو فساد رو به نوعی بتونه بگیره. اعتراضات شدیدی تو جامعه هست به فساد دولتی، فسادی که جمهوری اسلامی تو جامعه نهادینه کرده، دزدی های آنچنانی که بوده، شاید بتونه جلو اونا رو بگیره. از طرفی میدونن که این توی طول عمرش 20 سالگی چقدر جنایت کرده، چقدر دستور رو خط داده، در مواردی گفته که دست پار بریدن جز قوانین اسلامیه، این اومده اعلام کرده. به تفکیک جنسیتی خیلی معتقده که دانشگاه ها باید جدا باشه. این مسائل رو همچنان بهش پایبنده و به نوعی جامعه اومده معترض کل سیستم، یه همچی اشخاصی رو میارن که بتونن جلو اعتراض جامعه رو بگیرن. هرمز رها، ممنون از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. ممنون از شما که منو دعوت کردین. ممنونم. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه حسن صالحی سخنی دارد با فعالین علیه اعدام که توجه شما را به دیدن این کلیپ دعوت میکنم. شب و روز خوشی را برایتون آرزو میکنم. با سلام به همگی شما، در این ویدیو کلیپ من میخواستم بر نکات مهمی در مورد علیه اعدام انگوش بذارم و نقطه نظرات خودم را با شما فعالین علیه اعدام در میون بذارم. ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی هنوز جون انسان‌ها رو میگیره و
ما در هر ماه و هر روز شاهد اعدام در جمهوری اسلامی هستیم. طبعا وظیفه همه ما فعالین علیه اعدام اینه که جامعه رو در مقابل موج آدمکشی بسیج بکنیم و اعتراض را بیاندازیم و خواهان متوقف شدن فوری بساط آدمکشی و اعدام جمهوری اسلامی باشیم و اجازه ندیم که این جمهوری اسلامی دست به اعدام‌های بیشتری بزنه. برای ما طبعا فعالین علیه اعدام، اعدام حتی یک نفر هم هنوز زیاده و باید هیچ اعدامی صورت نگیره و هدف ما اینه که اعدام از قوانین قضایی کشور کلن حذف بشه. این یک نکته. منتها چیزی که برای ما مهمه اینه که چند شعار ما در جامعه فراگیر و همگیر بکنیم. یک شعار اینه که اعدام قتل عمد دولتیه و باید لغو بشه و اعدام جنایت و باید لغو بشه و اینکه قوانین قصاص جمهوری اسلامی همه باید ملغا بشن. این بسیار مهمه که جامعه به این خودآگاهی برسه که اعدام قتل عمد دولتیه و یک جنایت سازمان یافته دولتیه. اگر ما به این نگاه برسیم، طبعا در واکنش به هر اعدامی که جمهوری اسلامی انجام میده دست به اعتراض خواهیم زد و خشم و نارضایتی خودمون رو ابراز میکنیم. به عنوان مثال اجازه بدید من یک مثالی رو بزنم. جامعه امروز ایران به این خودآگاهی رسیده که اصولگرا اصلاحگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی یک جواب نه ما دادیم به جناهای مختلف حکومت و گفتیم جمهوری اسلامی رو با همه شاخه‌هاش، جناهاش، اصولگرا و اصلاح طلب ما نمیخوایم. ما نیازمند اینیم که به همین خودآگاهی برسیم در زمینه مبارزه علیه اعدام. باز بگیم اعدام خوب و بد نداریم. اعدام ضد انسانیه. اعدام یک جنایت دولتیه. و برای همینه که مهمه که جامعه رو متقاعد بکنیم که چرا اعدام یک جنایته، چرا اعدام یک اقدام ضد انسانیه، چرا اعدام در ضدیت با نفس حیات و ارزش موندن نفس حیات انسانی و روشن بکنیم و به اینجای برسیم که جامعه و در دیوارش بنویسه که اعدام قتل عمد دولتیه و باید ملغا بشه. اینو ما میخوایم داشته باشیم که جامعه بر سردر خودش بنویسه اعدام قتل عمد دولتیه. این شعار اگر همه گیر بشه در مبارزه امروز ما علیه جمهوری اسلامی، علیه آدمکشی جمهوری اسلامی طبعا به کار میاد و در این حال ما داریم خط نشان میکشیم برای فردای ایران، فردای سرنگونی جمهوری اسلامی که به هیچ نیروی ما اجازه نخواهیم داد که بساط اعدام رو دوباره راه بندازه. به هیچ. و اینو یه شاخص و محک مهم برای ارزیابی از نیروهای سیاسی ما در ایران قلمداد میکنیم. در مورد اعدام و لغو مجازات اعدام چه فکر میکنن؟ و این بسیار مهمه که ما این رو هرچی بیشتر شفافتر در جامعه مطرح کنیم. قبلا ما خودمون مردم بر در دیوار شهر در جریان سال 96 نوشتن این شعار رو، اعدام قتل عمد دولتیه، و خود ما یک کارزار یک دقیقه علیه اعدام را انداختیم که ویدیو کلیپ های متعددی رو از گوشه کنار مختلف دنیا دریافت کردیم که مردم در یک دقیقه نظر مخالفت خودشون با اعدام مخالفت اعلام کردن و ابتکارات متفاوتی رو میشه زد که این شعار رو جا انداخت. نوشتنش بر در و دیوار شهر، پر کردن ویدیوهایی در همین رابطه، انتشار یک ویدیو کلیپ هایی یا عکس هایی که آدم پلاکارت در دست داره و روش نمیشه اعدام قتل عمد دولتی باید لغو بشه و ابتکارات نظیر این که شاید خود شما بهتر از همه ما بدونید چه کار میشه کرد. ولی این شعار رو باید همه گیر کرد. جامعه پاسخش بر اعدامی باید این باشه: نمیپذیریم، اعدام باید ممنوع باشه، اعدام قتل عمد دولتیه و ما خواهان لغوش هستیم و ما این رو نمیپذیریم.
یک مسئله دیگه مهمه به نظرم بحث تشکل و فعال کردن شبکه های علیه اعدام. ببینید امروز جامعه ایران در آستانه تحول مهم قرار داره. بخش ها و گروه های مختلف جامعه به تکاپو به جنب جوش افتادن در واقع و دارن خودشونو سازماندهی میکنن. نگاه کنید ما نهادهای مختلف زنان داریم. نهادهای داریم معلمان فرهنگیان نهادهایی رو درست کردن. بازنشستگان چندین تشکل و نهاد رو درست کردن و همینطور گروه هایی داریم که به خاطر محیط زیست مبارزه میکنن، حفظ محیط زیست مبارزه میکنن. الان ما جامعه خودش داره متشکل میکنه و این نحوه متشکل جامعه یک در واقع نمونه از این است که ما فردا اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه خودمون رو میتونیم متشکل بکنیم و بر سرنوشت خودمون حاکم بشیم. در زمینه اعدام اما ما شاهد جنب جوش فعالین اعدام به خاطر اینکه این شبکه های علیه اعدام رو راه بیندازیم شاید به اندازه کافی نیستیم. گروه های مختلف اجتماعی میبینیم که شبکه های مدیای اجتماعی اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک جاهای دیگه استفاده میکنن، واتساپ و دور هم جمع میشن، امکانی رو فراهم به وجود میارن، با هم دیگه بحث میکنن، صحبت میکنن و تصمیمات میگیرن و بعد بیانیه صادر میکنن و مطابق اون تصمیماتی که گرفتن وارد عمل میشن. فعالین علیه اعدام هم به نظر من نیازمند همچی جنب جوشای هست. در تلگرام، در واتساپ، در با استفاده از مدیای اجتماعی ما باید همدیگه رو پیدا بکنیم، دور هم جمع بشیم، به بحث بنشینیم و صحبت بکنیم و راهکارهایی رو پیدا بکنیم. اینها میتونه پیش درآمدی برای تشکیل نهادهای علیه اعدام باشه و حتی اعلام موجود علنی بکنه و حالا هر اسم مناسب دیگه هم میشه گذاشت، آری به زندگی، نه به اعدام، یا هر اسم مناسبی که خودتون تشخیص میدید. مهم اینه که این نیرو فعالین علیه اعدام قبل از هر چی باید یه جایی دور هم گرد هم جمع بیان، همونطوری که معلمین دور هم جمع میشن، همونطور که بازنشستان دور هم جمع میشن و صحبت میکنن، ما هم باید همین کار رو بکنیم و اگر این کار با موفقیت پیش بره تصمیماتی گرفته میشه در اونجا. تصمیم میگیریم بیانیهی بدیم، بیانیه میدیم، تصمیم میگیریم حرکت اعتراضی بکنیم، حرکت اعتراضی میکنیم، تصمیم میگیریم به کمک خانواده های محکومین اعدام بریم و در همراهی با اونا اکسیون را بندازیم و حتما این کار رو میکنیم. تصمیم میگیریم که متحدانه این شبکه های علیه اعدام در گرامیداشت یاد جانباختگان دهه 60 که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن بریم در کنار خانواده های عزیزان یادشون گرامی بداریم، حتما این کار رو میکنیم. تصمیم میگیریم که بسیج بشیم، جان یک اعدامی را نجات بدیم و بریم به خانواده ای که جمهوری اسلامی در واقع سعی کرده اونو شریک جرم جنایت بکنه، خانواده به اصطلاح مقتول، بشون بگیم از خونریزی بیشتر بگذرن، مخالفت بکنن و اعدامی محکوم به اعدام رو ببخشن و این کار زیادی میطلبه. خب این تصمیمات اونجا میتونیم بگیریم و این کارا رو انجام بدیم. بنابراین یک بحث ما اینه که این شبکه های فعالین علیه اعدام باید راه بیفته. اینکه امروز چقدر هست، چقدر شبکه ها موجودیت هست، طبعا به یک درجه هست و ارتباطاتی هم دارن. خود ما مثل کمیته بین المللی علیه اعدام خب صفحه فیسبوکی داریم، صفحه تلگرامی داریم، صفحه اینستاگرام داریم، در توییتر بعضا پستامون رو پخش میکنیم و در دسترس هستیم. ما هر کاری که از دستمون بر بیاد برای پا گرفتن و یا گسترش شبکه های فعالین علیه اعدام در محافل، در شبکه های اجتماعی تلاش خودمون رو خواهیم کرد و در دسترس شما خواهیم بود که همراهی بکنیم، شما رو ما رو دعوت بکنیم. طبعا ما هم میایم در این بحث ها شرکت میکنیم، نظر خودمون رو میگیم و سعی میکنیم به راه حل های مناسب برسیم. اینها به نظر من میتونه
میگم سرنخ و پیش درآمد تشکیل نهادهای باشه که بتونه عرض اندام حتی علنی بکنه تو جامعه. جامعه باید علنا و آشکارا، ما تو مقطعی به سر میبریم که جامعه باز همونطور که در مقابل حکومت، در مقابل فقر، در مقابل گرانی، در مقابل فاصله فقر و ثروت، در مقابل جناهای مختلف رژیم حرفاش علنا و رسما زده، جامعه به اونجای رسیده در مورد اعدام هم بدون تخفیف باید بیاد حرفش بزنه و بگه که ما هستیم و از حق حیات میخوایم پاسداری بکنیم، همونطور که از حق محیط زیست و بهینه کردن محیط زیست داریم دفاع میکنیم، از حق حیات دفاع میکنیم و اجازه نمیدیم خونهای بیشتری ریخته بشه، اجازه نمیدیم با اعدام به آزادی حمله بشه، اجازه نمیدیم که مسائل اجتماعی که پاسخهای اجتماعی میبره در واقع با اعدام و حذف فیزیکی سری انسان حل و فصل بشه و دولت گریبان خودش رو یا مسئولیت خودش رو شانه خالی بکنه در قبال مسائلی که خودش در واقع مسببش هست. بنابراین اینها در ادامه خودش ما امیدواریم بتونه به یک ایجاد تشکل‌های علنی یا به هر شکلی که مناسب هست بیانجامه. بنابراین تکرار میکنم، ما از همه فعالین اعدام میخواییم دو نکته مهم رو مد نظر بگن. طبعا همه ما میخوایم اعدام ها در ایران متوقف بشه و جامعه رو باز برای متوقف کردن فوری اعدام ها بسیج کرد. دوم، ما میخوایم که جامعه علنا حرف خودش در مورد اعدام بزنه و حرف خودش رو در این شعار به طور خلاصه بگه که اعدام قتل عمد دولتی است و باید لغو بشه. این شعار باز همه جا نوشته بشه، در بیانیه ها، قطعنامه ها و در دیوار شهر منعکس بشه، بیاد گفته بشه و بر سردر جامعه نوشته بشه که نه فقط امروز در مقابل جمهوری اسلامی با این شعار بیستیم، بلکه فردا در مقابل حکومت هایی که میان بهشون بیستیم و اینو محک آزمایش اونا قرار بدیم. و سوم اینکه شبکه های فعالین علیه اعدام رو فعال بکنیم، بخصوص از مدیا و شبکه های اجتماعی استفاده بکنیم، نیروهای فعال علیه اعدام رو گرد هم جمع بیاریم، با همدیگه صحبت بکنیم، مشورت بکنیم و تصمیم گیری بکنیم و در مورد مسائل مربوط به اعدام از خودمون واکنش مناسب رو نشون بدیم و این گرد همایی های حتی مجازی رو به یک پیش درآمدی برای ابراز وجود تشکل های علیه اعدام در جامعه قرار بدیم و قدم های بزرگتری رو برای لغو عملی مجازات اعدام در ایران به جلو برداریم. با سپاس از شما که به حرفای من گوش دادید.